آریا جان سلام. درود دارم اینجا. من میخواستم درباره 5 تا فاکتور تکامل صحبت بکنم که برعکس اون چیزی که مثلا اکثریت فکر میکنن که مثلا فقط جهش و انتخاب طبیعی هست، در واقع 5 تاست. ولی بعدش 262 اومد و یه سری حرفای زد، گفتم مثلا بی خیال اون بیام درباره این صحبت کنم. خب بگو. صحبت های 262 منو به یاد چیز انداخت، به یاد یه گفتگو انداخت که تو اون گفتگو یه آتریست داشت با یه مسلمان صحبت میکرد، مسلمان داشتش میگفتش که این آیه نمیدونم معنیش اینه، این آیه معنیش اونه. آتریست بهش گفتش که به من چه؟ یعنی یه کلمه بهش گفت به من چه؟ این مسلمان مون گفتش خب یعنی چی که به تو چه؟ من دارم برای توضیح میدم که این کاره که اینا دارن میکنن مطابق قرآن نیست. خب اصلا به من این موضوع ربطی نداره، واقعیت چیزی که داریم ما میبینیم، واقعیت اون اسلام، قرآن، همه این چیزایی که در جامعه داریم میبینیم، تمام اون اتفاقاتی که ما داریم شاهدش هستیم. حالا تو داری میگی که مثلا فرض کن دو تا کلمه که پشت سر هم دیگه، توی دو تا آیه پشت سر هم دیگه اومده و مثلا 10 تا مترجم گفتن آقا معنیش اینه، اون 10 تا مترجم ندیدن که اون دو تا کلمه پشت سر هم دیگه اومده و معنیش باید شبیه هم باشه، ولی تو یه نفر دیدی و توضیح درسته و اون 10 تا دارن اشتباه فکر میکنن. خب باشه، اصلا بگیم تو درست داری میگی، ولی نتیجه اون دین، نتیجه تمام اون عقاید به تمام اون جنایات رسیده. یعنی من احساس میکنم مثلا مسلمان ها وقتی صحبت میکنن در باره عقایدشون یه مقدار زیادی هیجان دارن که مثلا بگن خب این عقاید درسته، خیلی فوق‌العاده است، خیلی فلانه، در حالی که مثلا برای یه نفر که دینی نیست اصلا براش اونقدر مهم نیست که مثلا بخواد مثلا فرسون بگی حالا این آیه اینه. مثلا از دید مثلا من به شخصه قرآن مثلا فرض کن یا مثلا اسلام و اینا خیلی خیلی ساده رد میشه با من تو. مثلا سوره فاتحه رو مثلا یک مسلمان هر روز داخل نماز داره میخونه ولی هیچ وقت دقت نمیکنه که این سوره فاتحه از سمت خدا به انسانه، ولی داره میگه که فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم، در حالی که اگه این جمله خدا هست پس خدا داره به کی صحبت میکنه؟ داره با خدای خودش صحبت میکنه. پس این جملات از سمت انسانه، از سمت انسان به سمت خداست، نه از سمت خدا به سمت انسان. یا مثلا درباره عقاید البته این حرف خیلی جالبه، برای اینکه فاتحه سوره حمد برخلاف اکثر بقیه قرآن مثلا دعا بود، درسته؟ و برای همین هم بعضی از قرآن اینا توش نداشت اول تاریخ اسلام، برای اینکه یه مقدار روشش با بقیه قرآن فرق، روش صحبتش با بقیه قرآن فرق داشت. آره مثلا بعد قاعدتا مثل تمام سوره هایی که اولش قول داره مثلا بگی مثلا قول، یعنی بگو مثلا فقط تو را میترسیم، در صورتی که میگن آیا مثلا آقا مثلا این قرآن از سمت خدا هست، ولی بعد خدا میاد میگه فقط تو را میترسیم و فقط از تو یاری میجوییم، چه شکلی ممکنه این از سمت خدا باشه؟ ولی جالبه یه ذره برای من، برای اینکه اسلام خب دین مزخرفیه، ولی تاریخش برای من اینکه یه معماست یک جالبه، خیلی جالبه. برای اینکه ببینید مثلا دین یهودیت و دین مسیحیت انقدر حساسیت برای مطالعهش وجود نداشت مثل دین اسلام، خب ولی چون یه حساسیت بسیار زیادی بود که دین اسلام مثل دین تاریخ دین اسلام مثل تاریخ دین مسیحیت و دین یهودیت مطالعه بشه، برای اساس کسایی که مثلا توهم دین و اینا رو ندارن، کسایی که مثلا به طور آکادمیک واقعا میان مطالعه میکنن کار میکنن، چون این حساسیت بوده خیلی عقبه که بیان برای همین یک کلمه از معماهایی که مثلا به شدت به دقیق مثلا تو مسیحیت از رفته مطالعه شده و به طور اکادمیک منابعش رو پیدا کردن و تکامل دین رو اصلا اومدن پیدا کردن و مثلا تکامل زبان و همراه دین و اینکه این آیه مثلا این قسمت از کجا اومده، اینا رو خیلیش حل شده. خب ولی چون برای اسلام مثلا ما کلی عقبیم که به طور اکادمیک به تعریفش به طور اکادمیک بیاد اینا مطالعه بشه نه به طور دینی، مثلا این میمونه که مثلا ما الان یه فرصت داریم که مثلا حل شدن این معماها رو ببینیم الان، برای اینکه خیلی عقبه، میدونی چه میشه؟ برای همین یه ذره جالبه برای من که یک سری مثلا توی اسلام یه سری چیزایی هنوز جواباشو نداریم، به خاطر که خب مردم خیلی موقع میترسیدن که بیان اصلا اینا رو مطالعه بکنن و که مسلمان نبودن مثلا تهدید جانی میشدن و اینا، ولی الان بعضیا دارن واقعا جرئت میکنن که بیشتر اینا رو به طور آکادمیک مطالعه کنن و نتیجه‌ای که داره میاد بیرون خیلی جدیده و خیلی جالبه. برای همین از این لحاظ من یه مقدار انگیزه دارم که مثلا یه مقدار وارد این ببینم که
جریان چیه. یعنی من نمیگم مثلا یه بی خدا باید اینو براش جالب باشه، خب من این سلیقه‌ایه. یعنی حالا اون بی خدایی که شما گفتین گفتش که به من چه ربطی داره، خب این کاملا درسته، ولی من از اینکه ببینم نتیجه اینا چی میشه، این نتیجه ای مطالعات جدید چی میشه، من برام خیلی جالبه. آره بعد از دید من اصلا بهترین، یکی از بهترین راههایی که آدم میتونه بفهمه مثلا قرآن غلطه اینه که بیاد نگاه کنه به آیات زمین محوری در قرآن که خیلی مشخص عقاید مصری ها و این چیزا رو مثلا خدایان نوت و گت رو داره قشنگ میگه، یا مثلا اون که مثلا آیه دوم سوره شمس میگه والقمر اذا تلاها، یعنی که و ماه که به دنبال خورشید داره حرکت میکنه، دقیقا دید انسان بوده به آسمان که خورشید میره بعد ماه میره بعدا خورشید دوباره برمیگرده، در حالی که مثلا اون نویسنده قرآن نمیدونسته که مثلا فرض کن زمین مرکز کهکشان نیست بلکه خورشید اول مثلا بعد زمین داره دورش میچرخه و ماه به دور زمین داره. یعنی قشنگ مشخصه که خیلی از این آیات دقیقاً داره چیو میگه. بهونه میارن آره جان، یه چیزی میگن یه ترجمه دیگه بهت میدن که این معنیش چیز دیگه میشه، ولی مثلا ترجمه که خودشون هم نوشتن میگه ماه به دنبال چی؟ بله من میگم آره واضحه، خیلی واضحه که کسایی که این کتابا رو نوشتن اصلا یک برداشت خیلی سطحی و خیلی ها میگن بر اساس علم اون زمان بوده، حتی از علم اون زمان هم این عقب افتاده تر بوده. خب یعنی خیلی ها مثلا میگن که آها خب اینا نمیدونستن اون موقع، کسی نمیدونست، اتفاقا اون موقع میدونستن که اینجوری نیست. خب شما حتی زمان کلی قبل از این هم برای نگاه بکنین، تو یونان باستان اگه نگاه کنین اصلا خیلی قبل از این زمان ها، زمانی که قرآن نوشته شده، این که مثلا یعنی که مثلا ماه نورش رو از خورشید میگیره این چیز واضح بود، اصلا اینکه کره زمین گرده اون موقع واضح بود برای خیلی از کسای فیلسوفا و کسایی که از ریاضی حتی تونستن اومدن قطر کره زمین هم بر اساس سایه تونستن اومدن محاسبه بکنن. یعنی اینقدر به اینجا رسیده بود خیلی سالها قبل از اینکه قرآن نوشته شده بود. یعنی خیلی ها میگن که خب بر اساس علم اون زمان بوده، نه حتی از علم اون زمان هم عقب افتاده تر بود. دقیقاً یعنی اصلا توی قرآن مثلا بارها و بارها اومده گفته که مثلا زمین حتی صافه، اومده زمین رو با فرش تشبیه کرده، با تخت تشبیه کرده، گفته زمین رو پهن کرده. یعنی همش نشانه خیلی ساده ای که مثلا چقدر ساده است همه این قضیه، ولی مثلا مسلمون میخواد از اصطلاح آب کره بگیره و خیلی داره تو ذهنش همه چیزو واقعا هم میزنه که به زور از داخل این آشوب بخواد یک معنی درست حسابی در بیاره و خب بالاخره موفق هم میشه یه چیز عجیب غریبی برای خودش پیدا کنه، ولی در نهایت وقتی آدم بخواد بدون تعصب و کلیت اون قضیه رو نگاه کنه میبینه که بله اون قسمت ها کاملا ثابت میکنه که مثلا فرسون قرآن یه چیز زمینیه. ولی درباره یه موضوع خیلی جالب تری که سال من یه سال آره جان، به نظرت ما باید وقتی که مثلا یه مسلمون میاد صحبت میکنه درباره این که نه این قرآن برداشت اشتباه بوده، این باید این باشه بجای این باشه، آیا بهتره که ما درباره این که واقعا برداشت درست چیه باهم صحبت بکنیم، یا یعنی اینکه بهتره که بگیم که بابا خب اصلا ما چرا اثبات بکنیم که این قرآن از خداست، ما اصلا چرا باید به خدا اعتقاد داشته باشیم، در واقع اینکه اصلا بیایم درباره تفسیر قرآن صحبت بکنیم، شما اول باید بیاین خداتون اثبات بکنین، آیا بهتر اینه به نظرت؟ به نظر من برای یک مسلمان بهتر اینه که همیشه از پایین به بالا بریم، یعنی از بالا به پایین نمیتونن اونا اصلا ببینن، ولی باید تا اونجایی که ممکنه سعی بشه روی بدیهیات صحبت بشه، یعنی چیزایی که آدم میتونه دقیق دربارش نظر بده، مثلا بگه این آیه دقیقا اینه، یعنی اون چیزایی که براش کاملا مشخصه بیا درباره همون صحبت کنه و اون چیزایی که یه مقدار مبهم‌تر هست و مثلا زیاد دربارش بحث نکنه، ولی نمیتونه به یه مسلمون بیاد مستقیم بگه خب اصلا خدایی وجود نداره، چون مسلمون اینقدر مغزش مثل یک کلاف در همه که اصلا نمیتونه این موضوع رو حتی بفهمه. خب نه اینجوری نگو دیگه، ما خیلی مسلمون ها هستن که ممکنه در بر اسلام نظرشون اشتباه باشه، ولی خب از فکری تو جاهای دیگه میتونه قوی باشن، یکی این. بعد خیلی از ماها خودمون قبلا مسلمون بودیم بعدا نظرمون عوض شد،
خب 262 هم خودت هم که داری میبینی خودش مثلا شکراست، قابل حاضر قبول بکنه که نظرش اشتباهه. یعنی اینجوری هم نیم همه رو کلی گویی کنی در برای نه مسلمان. منظور من این نیست، منظور من اینه که یک مسلمون نسبت به دینش، نسبت به محیطش، توی ذهنش یه سری حرفایی هست که هر کدوم از اون حرفا حرفای دیگه یا تایید میکنه و این وسط مثلا شما ممکنه یک منطق خیلی خوبی رو بهش بدی ولی اون منطق با اون چیزای دیگه نمیسازه، یعنی اون تازه یه وصله ناجور میشه در بین تمام افکاری که داره. برای همین مثلا من خودم هم همیشه که اومدم بیرون از دین، یعنی من خودم هم اول از همه تو سن 18 سالگی فهمیدم که اسلام اشتباهه، بعدن گفتم خب خدا وجود داره، بعدن دیدم نه خدا هم مثل این که همچین تقلقه، بعد رفتم آگنوستیک شدم، بعد در نهایت دیدم که نه همش اشتباهه، من آتئیست شدم. یعنی اگه اصلا اون اول یه نفر میومد به من میگفت خب نه اصلا خدا وجود نداره، خب من اصلا بهش میگفتم خب، یعنی اصلا نمیتونستم درک کنم حرفشو که چه شکلی ممکن اصلا چنین چیزی حرف درست باشه. ولی خب من برای سالی جا من مسلمون بودم، به شدت هم مسلمون بودم، اسلامو برای این گذاشتم کنار برای اینکه ایمانمو به خدا عدد سدم، نه اینکه اسلامو دیدم اشتباهه. آها بس در واقع خدا... شاید احتمالا اینجوریه که مثلا هر کسی یه راهی میره، شاید اینجوریه. آره. همش مهمه به نظر من، مثلا آدم همه این راه ها با هم دیگه از که نتیجه درستابی میره. 262 یک قسمتی درباره پیچیدگی، شگفتی و زیبایی در جهان صحبت کرد و من درباره این سه تا واژه خب خیلی فکر کردم قبلا و می‌خواستم بهش بگم که اینها یک کلمات سابجکتیو هستن. دید سابجکتیو و ابجکتیو تشخیصش خیلی برای یک شخص مهمه که مثلا که بفهمه چی هست. مثلا این بهش کمک می‌کنه که قشنگ بتونه دنیا رو بفهمه. سابجکتیو یعنی دیدی که تو با ذهن خودت، با چشم خودت دنیا رو می‌بینی و نسبت به اون تحلیل هایی داری. دید ابجکتیو یعنی این که تو بتونی از ذهن خودت، از اشتباهات ذهن خودت یا چشم خودت رد بشی. مثلا نمونهش مثلا خطای دید، وقتی شما نگاه میکنه خطای دید یک چیز سابجکتیوه، ذهن شما باعث میشه که شما اشتباه کنی. ولی مثلا یک خطکش، مثلا شما با یه خطکش اگه مثلا میتونی یه چیز اندازه بگیری، اون نتیجه که شما میگیری از اون چیز با اون نتیجه که دیگری میگیری با هم دیگه یکیه. یعنی شما دید سابجکتیو خودت رو نسبت اووردی مقدار به ابجکتیو نزدیک کردی و برای دیدن دنیا احتیاج داره که شما یک دید ابجکتیو نسبتا داشته باشی تا بتونی از ذهن خودت فراتر بری. وقتی شما میگی این فارسیشو داریم ابجکتیو و سابجکتیو؟ من ندیدم. نه اکی... فارسی براش نمیشه یکی سیلما فارسیشو بگه تو لحظه. خب بگو ادامه میده. یعنی مثلا میشه شیگرایی، نمیدونم. به هر صورت وقتی شما میگید پیچیدگی، شگفتی و زیبایی، همه این سه تا چیزی که داری میگی همه اینا سابجکتیو هستن. یعنی مثلا پیچیدگی میتونه ابجکتیو باشه؟ نه نه الان به توضیح میدم. نگاه کن وقتی شما میگی پیچیدگی یعنی شما با قدرت ذهن خودت دنیا رو داری بررسی میکنی، یه سری چیزا رو میفهمی، یه سری چیزا رو نمیفهمی، نسبت به اون نظر میدی. ولی ذهنی و عینی، ذهنی و عینی فکر نکنم من یه درستی داره نمیتونم به هر سایه. حالا من از همون کلمه استفاده میکنم که همه استفاده کنم، فاعلی و مفعولی. این بهتره یکمی شاید، فاعلی و مفعولی. مثلا آره مثلا اون دید سابجکتیو میشه دید فاعلی، یعنی از ذهن خودت، و مفعولی میشه یه چیزی که تو در اون دخیل نیستی در واقع. ولی پیچه مثلا... دیگه رو میشه با ریاضی محاسبه کرد آری انجام. برای همین من میگم نه، مثلا برای از تو مثلا یه سوال میپرسن، به نظر تو مثلا یک سگ وقتی که به ماه نگاه میکنه چه فکری داره، چه حسی داره، چه فکری داره در واقع، چه جوری میبینه ماه رو؟ یا یک موش وقتی رو زمین راه میره نسبت به زمین زیر پاش چه فکری میکنه؟ فکر نمیکنه، فقط حسش میکنه. به نظر من من فکر نمی‌کنم هیچ موشی تا حالا نشسته با خودش فکر بکنه در روی زمین زیر پاش. ببین حتی اگه مثلا قدرت فکر کردن هم می‌داشت، خب مثلا اون چیزی که نسبت به ما تو ذهن ما می‌گنجه، از این که مثلا خب ماه چقدر پیچیدگی داره یا زمین مثلا زیر پامون چه شکلیه، با اون چیزی که ما فکر می‌کنیم فرق داره. به خاطر چی؟ به خاطر ذهن ما نسبت به اون قوی‌تره. چون ذهن ما نسبت بله من... به اون... من منظورم پیچیدگی که ببین پیچیدگی که ما حس میکنیم و برداشتی که داریم از اینکه چی پیچیده است و چی پیچیده نیست،
اون یه چیزه، ولی تو ریاضی و توی فیزیک هم پیچیدگی به طور ابجکتیو تعریف میشه و محاسبه هم میشه. خب این یعنی اون جداست. مثلا فرض کن اگه تو اگه الان فرض کن تو دو برابر باهوشتر از اون چیزی هستی که باشی که الان هستی، اون موقع یه چیزای دیگه برای تو پیچیده میشه و یه چیزای دیگه قبلا پیچیده بوده دیگه برای تو پیچیده نیست. نه ما اگه یک تعریف ابجکتیو ببین، تو مثلا میتونی بگی که بزرگ یا کوچک. خب بزرگ و کوچک خب سابجکتیوه، برای اینکه یه سری یه چیزی میتونه برای من بزرگ باشه وقتی که بچه‌م بزرگ، مثلا استخر خونه قبلی ما وقتی بچه بودم استخر بزرگی بود، بعد چندین سال برگشتم استخر دیدم، دیدم چه استخر کوچیکیه اتفاقا، چون بزرگتر شدم این استخر کوچیک به نظر میاد. خب بزرگ و کوچیکی خودش میتونه سابجکتیو باشه، ولی اندازه استخر رو اون دیگه سابجکتیو نیست. خب میگیم طول این استخر انقدر، ارزش انقدر، این ابجکتیوه، محاسبه میکنیم دیگه. ربطی هم برای من یه چیزه، هم برای آریا یه چیزه، هم وقتی بچه بودم یه چیزه، هم وقتی بزرگ شدم یه چیزه. خب پیچیدگی هم، خب پیچیدگی که ما اگه تعریف بکنیم و بعد به انبرش مفهوم ریاضی تو ریاضی بذاریم، خب و اینو بشه اندازه گرفت، دیگه ربطی با برداشت من و یا برداشت آریا و اینا دیگه نداره. من میتونم بگم این به نظرم پیچیده است، این میشه سابجکتیو، ولی اگه یه تعریف خاصی داشته باشیم برای پیچیدگی و بتونیم بیا محاسبش بکنیم، این میشه ابجکتیو، یعنی محاسبه میشه و همیشه و همه جا این مقدار پیچیدگیش انقدر خواهد بود. آخه پیچیدگی یک مقایسه است، مثلا شما چه تعریفی براش میتونید داشته باشید؟ خب تا اندازه گیری طول عرض یک صخره مقایسه است. دقیقاً اون حرفی که تو زدی درست بود، یعنی بزرگی و کوچکی سابجکتیو ولی اندازه ابجکتیو، ولی پیچیدگی خب مقایسه است، یعنی شما نسبت به یک چیز دیگه داری یه چیز نه، ولی اندازه صخره مقایسه است. مقایسه با چی؟ مقایسه با استانداردهایی که ما گذاشتیم که با یک سانتی متر، ما سانتی متر اومدیم تعریف کردیم، متر اومدیم تعریف کردیم و میایم طول یک استخر رو داریم مقایسه میکنیم با اون معیارهایی که ما تعریف کردیم، مقایسه داریم میکنیم. نه بزرگی خب؟ و کوچکی مقایسه هست، ولی اندازه تو در واقع داری یک فاکتوری پیچیدگی میتونه، پیچیدگی میتونه محاسبه مقایسه باشه با پیچیدگی صفر، که مثلا فرض کنیم که یک سیستمی که مثلا یک عضو داره و هیچ حرکتی نمیکنه رو اینو بگیم پیچیدگی صفر. خب وقتی که ما داریم دما رو اندازه میگیریم یا طول صخره رو داریم مقایسه میکنیم، یه اندازه صفر رو در نظر میگیریم و بعد همه چیز رو مقایسه میکنیم با اون صفر، یه معیار محاسباتی هم در نظر میگیریم، یعنی حتی چیزایی هم که ابجکتیو هستن. خب بالاخره ما وقتی میایم اندازه گیری میکنیم داریم بر اساس تعریفاتی رو که ما از جهان کردیم و مقایسه با اندازه چیزای دیگه داریم، یعنی ما وقتی چیزای ابجکتیو هم که میایم اندازه گیری میکنیم، یه سری چیز یه متر رو اگه برید نگاه کنید تعریفش از کجا میاد. فکر کنم مثلا گفتن که یک چه میدونم یک فولاد انقدی تو دمای انقدی نمیدونم، یه تعریف خاصی داره که میشه یک، اون میشه یک متر توی این شرایط. آها از سرعت آخرین تعریفش از اندازه گیریش با نور هست. خب که یک متر دقیقاً چی هست، فکر کنم آخرین تعریفش بر اساسه که مقداری که این نور در این مقدار ثانیه، این صدام این هزارم یک میلیونم ثانیه رد حرکت میکنه، این میشه مثلا یک متر. خب یعنی بالاخره ما وقتی داریم طول یک استخرم داریم اندازه میگیریم، داریم مقایسهش میکنیم با یک معیاری که ما تعریف کردیم و این تعریف هم بر اساس یه اتفاق تو طبیعت هست، یعنی اینا هم همش مقایسه است، چون مقایسه باشه نمیشه معنیش نیست که ابجکتیو نیست. آره احتمالش وجود داره، یعنی من مطمئن نیستم روی موضوع به خاطر که بر اساس موضوع پیچیده است. مهم اینه که همیشه آدم سعی کنه دیدگاه خودش رو سعی کنه بتونه از اون ذهن سابجکتیوش بکشه بیرون و یه مقداری بگم پیداش کردم الان متر دفاع یک متر اینه. خب meter is currently defined as the length of the path traveled by light in a vacuum in 1/2 یه عدد خیلی بزرگ of a second. خب یعنی یک متر تعریفش الان مقدار طولی هست که نور در زمان یک روی یه عدد خیلی بزرگ توی یک ثانیه، یعنی یک زمان خیلی کمی که الان اینجا دقیقی تعریف شده، مقدار طولی رو که یک نور طی میکنه، این تعریف متره. خب برای همین شما وقتی که یک استخر رو دارین اندازه گیری میکنین که ببینین که مثلا طول عرضش چیه، شما دارین مقایسه میکنین با
مقداری که مثلا نور توی یک زمان خاص طی میکنه، داریم با اون مقایسهش میکنیم. برای این حتی چیزای دقیقاً مثلا، یعنی مثلا به هر صورت موضوع اینه که مثلا یک متر برای من به شخصه با یک متر برای یه نفر دیگه تقریبا اینه. یعنی مثلا بالاخره شما ممکنه مثلا معیارهای مختلفی اندازه بگیم، ممکنه اصلا متر نباشه، ممکنه نمیدونم فیت باشه، ممکنه وجب باشه، ولی موضوع اینه که به هر صورت شما داری یه چیزی رو استفاده میکنی که سعی میکنی از ذهن خودت بالاتر بری و ذهن مثلا فقط محدود به خطاهای ذهنی خودت نشه، یعنی بتونی از یه مقدار از اون خطاها کم کنی. و به نظر من خب البته هیچ وقت آدم نمیتونه از اون خطاهای ذهنیش مطلق کم بکنه و مثلا بره سراغ یک به صدا یک چیز ابجکتیو، ولی به هر صورت میتونه سعی خودش رو بکنه. موضوع پیچیدگی و شگفتی هم دقیقاً همینه. مثلا آدم هر چقدر که اگه باهوش‌تر باشه یه موضوعات دیگه‌ای براش پیچیده‌تر و شگفت‌تر میشه، ممکن موضوعات دیگه‌ای کمتر براش جذاب بشه. همش بستگی به قدرت ذهنی ما داره و اون قدرت ذهنی ما داریم از پایین به بالا به دنیا نگاه میکنیم و اون دید ما نسبت به دنیا باید این شکلی، باید اینو در نظر بگیم که ما ذهنمون به اصطلاح مسلط روی دنیا نیست، ما ذهنمون از پایین به دنیا است به بالا هست. و وقتی مثلا مسلمان ها نگاه میکنن فکر میکنن ذهنشون مثلا اینقدر قدرتمنده که الان همه چیز رو مثلا میتونن سریع بفهمن این چیزا، در صورت که ما هزاران فاکتور رو بعد در نظر بگیم تا مثلا درک کنیم مثلا تکامل چه شکلی کار میکنه، دنیا چه شکلی ساخته شده. و اگه بتونیم این ضعف رو درک کنیم و بتونیم نسبت به اون درست فکر کنیم و سعی کنیم از اون اشتباهات خودمون بیرون بیایم، قشنگ میتونیم بفهمیم که همه این کلمات یه سری چیزای مثلا حتی زیبایی، حتی رنگ ها، همه اینها چیزایی هستن که فقط سابجکتیو هستن و باید درست. ولی من فکر میکنم نظم و پیچیدگی میتونه ابجکتیو باشه، خب، ولی حتی اگه ابجکتیو هم باشه و بتونیم اندازه‌گیری بکنیم قابل توجیه هست که اینا از کجا میاد. خب یعنی لازم نیست به نظر من که اینا سابجکتیو باشه و یه چیزی باشه که ما فقط از لحاظ ذهنی یا تعریف کردیم و تو دنیای بدون مغز ما وجود نداشته باشه. خب یعنی ما میتونیم نظم و پیچیدگی رو یه جوری تعریف بکنیم که احتیاجی به برداشت ما از جهان نباشه که اینا تو طبیعت وجود داشته باشه. و حتی اگه این پیچیدگی و نظم تو جهان بدون برداشت ما از طبیعت اینا تو طبیعت وجود داشته باشه به طور ابجکتیو، توجیه پذیر هست که اینا از کجا اومدن بدون وجود خدا. به هر صورت همش توجیه پذیر، یعنی خدا این مثلا فقط نقش یک جادوگر پیر رو داره که نامرئی نشسته داره یه کارایی میکنه، یعنی اصلا اون خدا اصلا واقعا این وسط کاملا چیزه، کاملا فرعیه. درست. و ما اگه ذهنمون مثلا منطقیه فقط نگاه میکنیم ببینیم دنیا چه شکلی با چه منطقی کار میکنه، و اگه نفهمیم یه چیزی رو میگیم خب نمیدونیم، نمیتونیم بگیم مثلا چون ما نمیدونیم خدا کرده، یعنی اون خدا فقط یک ماجیکه، میگه آقا جون معجزه شده، نمیدونم خدا بشکن زده دنیا ساخته شده، خب چه شکلی بشکن زده دنیا ساخته شده، بازم معجزه شده. یعنی اون بر همین بهش میگم خدای حفره ها، برای اینکه هر چیزی که نمیدونیم پر میکنه. یعنی خیلی ساده است این بحث مال خدا و اون چیزا، ولی به هر صورت اصلا خیلی ساده است. یعنی اینکه اصلا این بحث من اصلا برام خیلی جالبه که هنوز این بحثه که اصلا واقعا یعنی خدای اسلام، خدای مسیحیت، یعنی ما هنوز داریم صحبت میکنیم که آیا اینا واقعی هست. یعنی انقدر ما هنوز عقبیم که یه کتابایی رو که 2000 سال پیش، 1400 سال پیش، یه کسایی که اصلا نمیدونستن طبیعت چجوری کار میکنه، مغز انسان چجوری کار میکنه، جامعه چجوری کار میکنه، یه مش چیزایی رو نوشته. البته تکامل اینا از تاریخی جالبه برای من، ولی اینکه اینا مثلا واقعا واقعیت داشته باشه، اینا یه رازایی توش باشه که درباره واقعیت‌هایی رو داره درباره جهان به ما احیا میکنه، یا اینکه درباره وجود یا خالقی که ما رو به وجود اومده، اصلا باورم نمیشه که یعنی چه جوریه. البته باورم میشه برای اینکه من دیدم که یعنی استدلال انسان چقدر ناقصه، ولی خیلی جالبه که یک چیزهایی به این سطحی انقدر هنوز تونسته بقا پیدا بکنه. ولی خب واقعا جالبه، یعنی اصلا خیلی واقعا این همه سال خیلی جالبه. اوکی این صحبت من بود. حالا درباره تکامل یه موقع دیگه صحبت میکنن که 5 تا فاکتور تکامل چی هستن و باشه امیدوارم که
دوست داشته باشی بحثو دیگه. فعلا مرسی آریا جان، فعلا خداحافظ.